قسم حج خود درست انجام دهند. این همون بخشی به اصطلاح ترغیب بود که یک حاجی که انشاء الله رحمان به این سرزمین به عنوان مهمان خدا حرکت میکنه، خودش باید دقیقا درک میکنه و دقیقا متوجه بشه که چگونه این سفر میمون و مبارک را انشاء الله رحمان توفیق پروردگار عزوجل درست انجام خواهد داد. با این گفتنی ها بخش اول را با پایان میرسیم. همون اعلانی که از تلویزیون است انشاء الله رحمان گویا اسپانسر برنامه ما شما از کارپ دکور او را اگر اداره مرکز انشاء الله رحمان آماده باشند پخش بکنن، بعدا به سراغ مطالب دیگر خواهیم رفت. با ما باشید. Small feet, big feet, old feet, new feet. All feet are happy at Carpet Decor. Carpet Decor makes sure what's under them is only the best quality at the very best price. Offering all flooring from the top brands. There's something for every style and budget. Their products always go green, and there's a lifetime warranty on all installation. Plus, enjoy free financing for up to 3 years. Call Carpet Decor today and receive free installation on all carpeting. Make your feet happy and call 877-803-8300. با عرض سلام مجدد انشاء الرحمن با برنامه خاص امروزی به عنوان حج در خدمت شما هموطنان عزیز هستم. امیدوار هستم که انشاء الرحمن مطالب را که خدمت شما عزیزان عرض کردم طرف توجه شما بوده باشه و حال انشاء الرحمن بعضن در اینا روشن بشه. ما معذرت میخوایم که نتونستم در جریان برنامه بگیرم و حال انشاء الرحمن در خدمت شما بوده از شما عزیزان هم میشنیم که چی گفتنی های شما دارین و اگر گفتنی های شما باز نباشه با من ناگزیر میرم به سراغ مطالب دیگری. بینیده عزیز سلام علیکم و رحمت الله. برنامه خورشید حق تک میرم. سلام علیکم. خواهشی بزرگوار. سلام علیکم. علیکم سلام. صحت شما سب. زنده خوب باشی. سلامت باشیم برای شما. باشی. شما یاد اتن نمودی مسئله حج کاروشی با اومد دکسیل شیریب با حافظین مبارک باش انمی حافظی امام شافعی صاحب. بیش خیر ها خیر آره. دوم بسار افتخار بزرگ شما مبارک باشین از اون مردم که اینجا تشکیل دارین. ما چهار مسجد داریم. متاسفانه یکی طرق امام کاش ما هم پاشای پاشدار بودیم مثل شما و ما در لندن می داشتیم. ما یک تقریب داریم که یک مسجد تیتر سخنگوی این سبا یک جوان جوان مرک شده فاتح و جنازه داریم. به این می فکر هستیم که کی را بیا که در جنازه و یا در فاتحش چند کلمه گرد زنه خوش وقت است متاسفانه سادا سب تشیر پاورده لندن اگر قسمت تیاری کر اونا را ازامت دادا شما بخیر بیا چند کلمه سخنگوی کنن. امروز چون شما از حج یاد میکنیم و حوزه سیاسی مطرح نمیکنه دیگه دو هفته که شما دیگه هست چون حجات بخیر تشریف میبرم اجازه باشه که برای ازی که حج از نپر ماتواتر و جامعه تر شما تکرار که دیتر شده اکثر حجات که جمعه را یا خوزیت میکنه یا پشنان میخوره و چندان چی ما میگیم مین کسیتای شما را از مجددی صاحب یا سیرس صاحب از یا خطاب صاحب نمی کسیتا هم که خود ببره سوم که در مسجد میدر های چند روز امام محدود است که یا دانه کلا یا چند دانه خورما همی زمزم مجا فریمان است تفسیر شیری بخانه و نمج عبادات خود زیاد وقت در درون حرم شیری پتیر کنه حجشان پر محتواتر و جامعتر و کاملتر و پر سوابتر می شوم بیخی مخور در بخانم سنده دارم کسیتا را کت خود ببرو نورا بشنوا علمیتشان فکرشان هم زیاد می شوا و حجشان امشالله بسار مقبول می شوا و نمصرف می کنه زمان می کشا وقتشان چیز میرا پولشان مصرف میشه شما بسیار تشکر از این جامعه معلومات که شما وقت مودین بسیار قابل قدر از خدا سوابا نصیبتان کنن بسیار تشکر زنده خوب باش. خوشی بزرگوار از شما یک عالم سپاس مهربانی تشکر از اینکه توجه دارین نسبت به برنامه جهان سپاس خداوند شما را اجر نصیب کنه. البته در ارتباط موضوعاتی که شما یادآوری کردین واقعا خیلی ها خوب است اما ما چون بالندن با دوستا و عزیزا تماسی هم ندارم انشاء الرحمن تا میفهمم که مساجدان وجود داره و عزیزان هم دستان در کار هستن. امیدوار هستم که همه عزیزان انشاء الرحمن کمی قسمی که در خدمت هموطنان عزیز هستند در خدمت جامعه هستند خدا اونها را بیشتر توفیق نصیب کنه تا بتونن که کارها را به وجه احسن و نیکوتر انشاء الرحمن انجام بدن. و اینکه جناب سادات صاحب عزیز الحمدلله در لندن تشریف دارن در مراسم جنازه از جوان را که شما یادآوری کردین ما خدمت خانواده از اینها عرض تسلیت میکنم و روح این جوان را شاد و قرب حضرت حق خواسته
و جایگاه این جوان عزیز را با همه مرده های اهل اسلام بهشت برین و فردوس اعلی میخواهیم. امیدوار هستم که در اونجا هم مناسک قسمی که ایجاب میکنه شو رحمان انجام شوه. با عرض معذرت بینیده عزیز شما میربانی که چه روی لاین هستین بفرمایید. خالص السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. برنامه بسیار آموزشی و ضروری تان که در خصوصا در وقتی اج برای وجاج محترم خواهش میگم سر. دیگه ما خودم الحمدلله دو دفعه حج رفتیم در ایام خود حج رفتیم و تجربه ای که ما از اونجا گرفتیم میخوام اینه میره اگر اجازه شما باشه. خیلی حالی بسیار مقبول بفرمایید. با میدوستایی که اینا تازه به خیر حج میرن نمی تجربه خودم که تشون شریک بسازم. صحیح به تجربه ما ایسته که در ایام عد چیزایی که برشان وعده داده شده از طرف امی سرگروپی که کچون میره یک چیز این امال 100% من برشان میگم که حتما این واقع میشه به خاطر از اینکه وعده هایی که داده میشه یک تعدادش مربوطی از امی سرگروپ نمیباشه. ولی او سر مشکل است که سرگروپ رو برای زنا مهیا بسازه. مثلا یک بکسی اگر هم گم میشه سرگروپی از کجا پیدا کنه؟ ما بین 5 میلیون یا 4 میلیون نفره که یاده هج همه نان در عرفات یک کمک ناوقت میرسه یا کمک نان صرف شده. صحیح. اگر حجاج محترمی را صبر نکنن نوصله نکنن در اینجا پرخاش و خشونت پیدا میشه که اجازه نمیده که در حج آدم پرخاش کنه یا خشونت کنه. یکی از دوستان را برستسن کنم که شکایت داشت که چپرکتی من با چپرکتی پالوفلی من بسیار نزدیک است. بالاخره پرسان کردم که چپرکتی پالوفلی کی است؟ گفت بابری مستق. من گفتم تو از بابت ننگ داری که در چپرکتی تا مقدر چپرکتی نزدیک باشه و در این اتاق 5 شب تیر میکنی یا 6 شب در مدینه منوره تیر میکنی، چی فصل میکنی که میفاصله بین دو چپرکت 1 متر نباشه و 1 فیت باشه؟ بله اینا میره. فقط من تجربه خدا این چی میکنم که اگر در این قسمت اینا صبر و حوصله نکنن پرخاش پیدا میشه. دیگه امید است که از زمین تجربه من استفاده کنن و صبر کنن. بعدشان گم میشه از حاجی تاوان میخواین این گناه از سرگروپ تاوان میخواین. میگه بعد من گم شده تاوان میتی بر من بخیز. فرم شما معقول از حاجی بزرگوات یک آنم سپاسه. تشکر. تشکر از اینکه که بر من وقت دادن. خواهشم. علیکم السلام و رحمت الله. بینید عزیز سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. بله میربونی سم. بله به هر حال پیش از اینکه لاین دیگه بگیرم انشاءالله رحمان در ارتباط می صحبت های جناب قاضی شه یادآوری کردن که اوجاج حزیز با استفاده از این سفر بسیار میمون و مبارک احسن همی است که واقعا ما هم از لابلای مسائل معنویاتی که در نهاد از این سفر نهفته است بر عزیزا یادآوری کردم که شما باید یک سرزمین مبارک میین، یعنی هر لحظه از یک استفاده شوه سبحان الله. یک نماز تام خصوصا ما می مسائل شاپینگ و گپا یا به اصطلاح خریداری و گپا به اندازه نشه که خود نخواسته شما را از نمازهای جماعت بگذارن. و اگرچه داخل شدن در خود حرم بسیار هم دشوار است ولی شما میتونید که نماز جماعتون حتی در بیرون همون ادا بکنین و این رو کوشش نکشه که خود نخواسته از پیش تون نمازهایتون در جماعت هیچ ترک نشه، باید باشین. و دیگر چیزی که زیادتر حجاج باید انجام بدهن عبارت از خود طواف است. طواف های نفلی انجام بدین با اینکه مناسک شما این چهار را انجام میدین، اما طواف های نفلی شما به پیمانی میباشه که او طواف های نفلی شما از نماز نفل کرده در حرم ثوابش بالاتر و پرفضیله تر است. امیدوار هستم که شما عزیزان این کار ان شاء الله رحمان بکنین، یعنی از وقت استفاده شه. دیگری که حجاج اگری که فرصت داشته باشن یک کتاب امرای خود داشته باشن، فرصت داشته باشن با تلاوت قرآن عظیمشان ان شاء الله رحمان ورسه پری بکنن، احساس خستگی کردن میتونن با تسبیح خود از کاری گپار داشته باشن، یعنی با یک انرژی با یک قوت و خصوصا نمازهای به تهجد برین، نمازهایی که گویا تا نماز صبحتون میشه که طواف بکنین، اینها دیگه
یک مقدار اوقات بیشترتان را اگر در خود حرم بگذارانین، چه حرم مکی و چه حرم مدینی، ان شاء الله رحمان ایره زیاده تر سر بکنین، احسن ترین کار می باشد. و جناب اسلامی سر بزرگوار شما هم لطف کردین از تجربتان، یعنی یقین بعضی وظایف است که هر کس دم بخشی وظیفه خودش، اگر حاجیز وظیفه چیز و اگر گروپ هاست وظیفه چیز، اگر می وظایف هر دو طرف بسته وظایف خود درک بکنن، من فکر نمی کنم ان شاء الله رحمان پرخاش به وجود بیاید. و اگر خدای نخواسته یک حالت میشه که مثل اینکه شما از نانی گپا در عرفات یا در مینا یادآوری کردین، احتمال داره متو یک حوادث اتفاق گفته و خصوصا مسائل ترافیک اونجا وجاجی که الحمدلله رفتن فوق العاده زیاد است و احتمال از این است که اینمی مسائل نسبت ترافیک شدید به وقت زمانش به دست عزیزان نرسه، در این وقت خدای نخواسته عذر در خاطر قسم نشن که باز بعض وقتا حجاج در مورد گروپ گپ میزنن، سر گروپ گپ میزنن، در مورد یک برادر کم کاریش گپ میزنن، اینمی گفته ها در پشت سر کاریش به عنوان غیبت است و یه خدا نخواسته در حج شما بسیار نقصان وارد میکنن. امیدوار هستم که از این چیزها جلوگیری داشته باشین. میرنده عزیز سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. بله قاضی سر، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، خوبه گلم سیاد، شما خوب است انشالله؟ خوب است، تشکر، زنده باشین، تشکر از برنامه خوبتان، زنده باشین، امیدت با هم فامیل صحت داشته باشین. امرای شما دوستای گلم سپاس بار جان، بفرمایید. تشکر خوری سر، یک سوال دارم به خاطر دم و مناسبت همی روز عرفه، ما شکر الحمدلله و اولادان یک جای هر سال همی روز عرفه را همه فامیلی روزه میگیریم. دخترم سوال کرد که اونا شنیده بودن که اگر روز عرفه روزه میگیری روزای سال قبلی و یک سال آینده که میای قرضی داری قبول میشه و گناه های بخشیده میشه. من راستی بگم قاری صاحب معلومات نداشتم، من گفتم باش من این سوال میکنم از قاری صاحب که بفهمم که در باری زمین یک معلومات بده که تشویق میشن. خوش دارم، شکر الحمدلله، نیست الحمد. روز عرفه را یک جایی روزی نقلی میگیریم. ما براتون میگم خوش شما خوش از تلویزیون باز گوش کنیم. شکر بسیار زیاد قریصه، خواهیش باشه، سلامت باشی بیگرم. بینیدی عزیز سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. السلام علیکم، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید جانم. جانم میربانی کسی؟ بله؟ معذرت میخوام با شما نیامد. خب خدمت خواهر عزیزم البته عرض بکنم که گرچه این مسائل ما میخواستیم که در روزهای بعدی یاد بکنم، چون شما الحمدلله سوال کردین، باید تو عادت سوالتان عرض بکنم که روز عرفه البته بر حجاج نیست، اونا حج در عرفات روزه نمیگیرن، حجاجی که در سرزمین عرفات هستن ان شاء الله رحمان، ولی بر بقیه پیغمبر علیه الصلاه والسلام به یک حدیث شریف فرموده که روز عرفه ان شاء الله رحمان سبب محو گناه ها یا خطاهای صغیری شما یک سال پیش و یک سال بعدتان میباشن و این روزه معادل یا به حساب روزه های قضایی حساب نمیشن. روزه قضایی چون فرض است و اون باید در بدلش یک روزه رو باید بگیرین و اگر روزه عرفه را به عنوان روزه نفلی میگیرین باز او طبعا ثواب نفل خود داره، ولی روزه ای جای قضا را گرفته نمیتونه، تنها ثوابش از لحاظ محو امو خطاها و اشتباهاتی است که از انسان در جریان سال سر میزنه و البته کلی خطاها به عنوان خطاهای صغیر است و پیامبر علیه السلام در این مورد ارشاد دارن. بینید عزیز سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. سلام قریب سر، چطور استی؟ بی بی گلم سر، شما خوب است انشاءالله، سلامت باشین. تشکر از پروگرام تان، خواهش میکنم. ما دارتم میگن اگر روز اول تا روز نوم، یعنی تا روز عرفه کسی که روزه بگیره ثوابش برابر حج است، کسی که نمیتونه حج بره نظر باز ملحوظات همین روزه که روزه بگیره عین ثواب میگیره. ما میخوایم اگر دیمیجا شما از روشنی بابا بندازید خوش میشه. بسیار تشکر، خواهش میکنم. با من خدا سب سلام باشید. خدمت خواهر عزیز مرد عرض بکنم که البته پیغمبر علیه السلام در یک حدیث شریف یاد میگه که بهترین ایام عبارت از ایام ده روز اول ذلحجه است، بهترین ایام، خیر الایام، امی ایام یاد کردن رسول علیه السلام و چنانچه در قرآن عظیم شان همه که والفجر و لیال عشر،
خداوند روح به سپیده دم صبح سوگند یاد میکنه و به شبهای دهگانه. یکی از شبهای دهگانه را با توجه به تفاصیل خوانده میشن و لیال عشر نیم شبهای دهگانه ایام ذوالحجه را میگن. و در اینجا هر نوع عمل خیر که انجام شوه، اتخاذ در مورد روزه گرفتنش تأکید نیست، مثل که بر روزه عرفه رسول علیه السلام خاص سفارش کردن. اما اگر امین نو روز روزه گرفته شوه، چرانی از خوبترین و نیکوترین اعمال از جمله اعمال نافله عبارت از روزه گرفتن است. چونی ده روز را از جمله بهترین ایام یاد کرده و در بهترین ایام اگر خواهر یا برادر ان شاء الله رحمان قادر به روزه گرفتن میشه و انرژی و قوت در خود میبینه، چرانی ان شاء الله رحمان روزه گرفته میتونه. اما به صورت عمده که شما با این فضایل یاد کردین، در اقوال حضرت پیامبر علیه السلام چون این چیز یادآوری نشده. بینده عزیز، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم، سوال داشتم در قسمت حج. یک زن میتونه که با گروپ یک جای به حج بره بدون محرمش؟ بله، بسیار تشکر خواهی گرم. بسیار تشکر میکنم. خداوند شما را اجر دنیا و آخرت نصیب کنه. امرای شما باشه. آمین. بسیار تشکر از خواهر عزیزم. البته این سوال در گذشته ها هم جواب عرض کردیم، با یک پیغمبر علیه السلام در حدیث شریف میگه که یک خانم بدون محرم نباید یک سفر بکنه. البته این حدیث پیغمبر علیه السلام توجیه توسط بعضی از محدثین یا توسط علما داشته در زمانهای مختلف، و به این معناست که در اون وقت و زمانی که پیغمبر علیه السلام یاد کردن به اون وقت مشکلات نسبت به این مسائل وجود داشت. اکثر سفرها با سفرهای یا پای پیاده بود یا با سفرهای سواری های مثل از حیوانات بود، اینا صورت میگرفت و احتمالات خود نخواسته تهدید به حیثیت و آبروی یک خانم زیادتر دیده میشد. روی از این ملحوظ رسول علیه السلام امیر سفارش کردن که برای حفظ آبرو و حیثیتی یک بیبی باید امین کار اگر بدون محرم صورت نگرم. بعدش امین حدیث در جای خود توسط بعضی از علمای ما به حال خودش باقی مانده و اونها می سفارش هم میکنن که یک خواهر بدون محرم گویا به حج نره یا سفر تنا نکنه یا به حج نره بدون محرم خود. بعضی از بزرگای دیگه که حتی در خود علمای سعودی شما، مثلا من در رفتی گذاشتم می یاد کردم که اونها ایتون فتوای امروزی ایتون وجود داره که اگر یک اونها خانمهایی را که سنشان 45 و با بالا باشه بدون محرم به امرای یک گروپ، حالا خب بیاز کل حجاج حتما با گروپ ها میرن به شکل انفرادی، کسر ویزام نمیتن، اینا معمولا امرای گروپ ها میرن. باز میگه که اگه کسی یک خانمی که سن 45 یا بالا داشته باشه ویزی حج برش میدن. پس خود از این معلوم میشه که یعنی اونا هم با وجود خیلی ها پابندی به اصول دین و فرمایشات حضرت رسول علیه السلام، یعنی توجیه در برابر از این حدیث دارن از نظر علما و به اصطلاح کسایی که اهل فتوا هستن، این فتوا را دادن که نمیتونن. و چنانچه در نزد متأخرین مذهب امام شافعی رحمت الله علیه همتون یک نظر ایجاد شد که گویا او وقت و زمان تهدیدی به حیثیت آبروی یک خانم زیاده تر دیده میشد و حال چون نمی از این تهدید و نامسئولیت دارن و همین قسمی که مردها به سفر حج میرن و مشکل در ایشان نیست، چرا یک خواهر ما که هم واجد شرایط میباشه و با می اساس حکم پروردگار از جدر ولله علی الناس حج البیت، از جانب خدا به مردم این وجیبه هست، بنابراین یک خواهر هم جز زمی توده ای از مردم هست و واجد شرایط میشه، میتونه که به سفر حج بره و ان شاء الله رحمان بدون محرم هم، یعنی برشان اجازه یا رخصت از این ناحیه وجود داره دیگه. من به می مقدار عرایز خدمت شما خواهر عزیز در ارتباط از این مسئله یاد می کردم. با اینکه بازم سخن، یعنی یک بار دیگر در بخش تکرار می کنم که در اینجا شما چند نوع دید یا چند نوع ذهنیت یا اندیشه را می بینین. یک میگن که اونمون حدیث پابرجاست، کسی حق نداره که به اصطلاح سفر یا خانم سفر حج بدون محرم بکنه. بعضی ها میگن نه، توجیه حدیث می است، ما از توجیه استفاده می کنیم، میتونه که با این سفر به امرای گروپ ها به اصطلاح برن و کدام تهدید ان شاء الله رحمان در امنیت شما وجود نداشته باشد. بیننده عزیز، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. بله، سلام علیکم قاری صاحب محترم. مهربانی که خوره گلم، صحت شما خوب است ان شاء الله، بفرمایید. باشم قاری صاحب محترم، یک سوال داشتم. همی دوستای ما
سر چی می باشه؟ درایو می باشه؟ چی می کنن؟ نماز می خونن. نماز می خونن بله. اوسو موتر درایو می کنه اوسو نماز می خونه. ما چندین بار می گپ برش زدیم، گپ ما رو تو صحیح قبول نکرد. گفت من مقصد از ادای نماز من نماز خدا دادن کنم. بدون از اینکه استارت کنه یا چی دم درایو نماز می خونه. ما گفتم یک سوال از شما کنم که چه خدمت به حسابش پاسم. سر تشکر بی بی گلم ان شاء الله رحمان خدمت شما جواب عرض می کنم. شما دنیا تشکر. خواهش می کنم خوره گرم. با من خلاص. با من از لطف شما یک قلم سپاس خوری گلم. عزیزانی که الحمدلله خوب خدا رو سپاس گذارستیم که اینا نماز میخوانن. ولی دوم شرطی است که خواهر برادر بسیار عزیز، ما وقتی که نماز میخونیم میگیم این امر پروردگار از وجل است. بنابراین امر پروردگار از وجل ما باید در نماز در خود قرآن عظیمشان هیچ جای شما نمیبینید که برای ما گفته باشه که شما چه قسمی ساده شوین، چه قسمی دستاین برن می گوش بلند بکنیم، دستا با کجا گذاشته شدن، رکویتان چه قسمی باشه یا سجودتان و شما چی تسبیحات رو بگوین، اینا در قرآن عظیمشان نیست. اما ما شما را خداوند از وجل روان میکنن به یک آدرس بسیار مشخص و منظم گوی بارت از سیدن رسول علیه السلام است و پیغمبر علیه السلام میگه اولین مؤمنی بود که با قرآن عظیمشان خودش باور داشت. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون. خود پیغمبر ایمان داشت از آن چیزی که الله سبحانه و تعالی برش نازل فرموده بود. پس بنابراین پیغمبر علیه السلام در قید اینمی و اقیم و صلات میامد باید که نماز ادا میکرد. بنابراین پیغمبر علیه السلام شما میگید اید دست کم نگیرید خواهر و برادر بسیار عزیزم، خدا کنه اون خواهر یا برادری که شما با امرایشان صحبت کردین بشنون گفت ما را، و اگه خودشان دلیل اکتنام خواندم میشه این نیست، اگه یک قسم دلیل صحیح نیست. دلیل خود آدم باید متکی به قرآن و سنت پیغمبر علیه السلام است. مثل که من میال بر شما میگم در قرآن جمعشان طریق نماز خواندن وجود نداره، تنها حکم نماز در قرآن جمعشان وجود داره بس. این حال طریق نماز خواندن که ما با چی شرایطی را ادا بکنیم، این پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حیث فرد مؤمن اول خودشان انجام دادن، بعدا او را جبرئیل علیه السلام نشان دادن که این قسم نماز خواندن است و پیغمبر علیه السلام این را انجام دادن. بنابراین ما و شما خواهر برادر عزیز در طبیعت از پیغمبر علیه السلام نماز خوانده کنیم. میگن که نماز پیغمبر علیه السلام در صورتی که یک آدم صحت است، سلامت است، درایو کرده میتونه، مشکل تهدیدش نمیکنه، نماز خود باید که، اما قسم که نماز فرض است، قیامش هم فرض است. در پشت اشترنگ مسلم موتر نشسته و شما نمیفهم که با این حکم از این آیت قرآن عظیمشان که الله جمعی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اما خشوع در نماز چه قسم بر از اینا حفظ بشه؟ از یک طرف قیامش از دستش رفت و از طرف دیگه اشترنگ به دستش است، دست گرفتنش هم از پیشش میره، همون دستاره که در کجا بگذارن وام از پیشش دور میشه و بعدش هم شما میبینید که تمام امو ضوابط و ارکانی که در نماز وجود داره متاسفانه رعایت نمیشود. از این نقطه نظر خواهر برادر بسیار عزیز، نماز خواندن در پشت اشترنگ موتر به اصطلاح جواز ندارم. امیدوار هستم دوستا و عزیزا حتی در این کشورهای بیرونی هم که شما باشین، شما باور بکنید که اگر خودتان پابند نماز ان شاء الله رحمان که هستین و براتون یک فرصت که میسر بسازین و همین نمازهایی را که خصوصا کسایی که در پشت ترنگ موتر میخوانن روی کدام به اصطلاح ملحوظ میخوانن، شما همین نماز اگر فرض مثال اکثر نمازهایی که در روز خود آدم برای نمازها مواجه میشود که اون نماز ممکن پیشین باشه یا نماز دیگر باشه و در نماز شامی گپا خودم نمیتونه هیچ وقت به اصطلاح دنبین موتر گپا باشه، شما در اون وقت زمان فرض مثال در پشت ترنگ موتر هستین و دستان هم گرفتین دیگه نماز فکر نکنید که یک وقت بسیار کوتاه داره، نماز بسیار وقت بسیار زیاد داره. نماز بشین تقریبا در حدود 4-5 ساعت ساله، نماز دیگر هم در حدود 2 ساعت از وقت داره. شما در 2 ساعت از یک جای میتونید یک جای دیگه برای نمازتون آرام بخونید، او بهترتر از نه اینکه خدا نخواسته نمازتون در عین پشت اشترنگ موتر و این نماز صحت ندارم و در حقیقت شما نماز قصدن ترک کردین و باید دور پس بگردین. بیننده عزیز سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیزم صحت شما خوب است ان شاء الله؟ خوب هستم، تشکر. سوالی است که ببخشی نمی دمی ارتباط می نماز خواندن، کسی که در پالوی فرزند موتر یک جا است همراه دریور، بله، کسی که ششتا درایو نمی کنه از هیچ حساب چطور است؟ جان خوب از سر چشم زن قربان شما سیب زنده باشین سیب. بینید عزیز سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. بله، به هر حال برادر بسیار عزیز و گرامی، در این ارتباط البته یک نظر وجود داره، او ایست که زمانی که شما توسط یک کمپانی مثل که در امریکا
کمپانی های به اصطلاح بس هست که مسافرین از یک جا به جاهای بسیار دور دور انتقالش میدن، یا بس های شهری. در بس های شهری خادمی تو زمان نیست که شما وقت کم کوتاست تا میشه آدم میره پس به طرف خانه خود یا مقصد کار خود میرسه. اما بعضا در سفرهای مثل که شما گریهاوندی که پاره ده باشین یا می ترینایی که فعلا هست که امتراک، یه از جمله بسیار کمپانی های مشهور در امریکا است که از شهرهای بسیار مختلف مختلف مردم به جاهای مختلف دور انتقالش میتن. در اینجا چون شما با دو حالت خصوصا در بس های گری هاوند که هست که این بس های که از طریق کمپانی های از یا انجام میشه، چون شما اراده و اختیار نسبت به موتر ندارین و دریور با اساس اونمو تقسیم اوقاتی که برایش یا اسکیجولی که برایش داده شده امو اسکیجول به اصطلاح تعقیب میکنه و میره دیگه. اینا رو او با وقت نماز شما باکی نداره که از خاطر یک نفر کل موتر ایستاد کنه با نماز بخونه. اونجاست که شما تابعی اونمو شرایط مثل که در تیاره همی حالات اتفاق مفته، شما نماز تانه انشاءالله رحمان به مو حالتی که هستین میخونین، هیچ مشکلی نیست. اما ای که با اعضای خانواده و با دوست خود آدم در این سفرهایی که در امریکا معمول است آدم از یک شهر به شهر دیگه که پا میره بازگه، اون قسمی که نماز به اصطلاح در پسنجر سایت یا در پالوی دریور نماز خود میخونه، اما قسم وام اردوشان باید تصمیم بگیرن که نماز هر دو یک جا و بهتری از کردوی از این یا سه نفره که میباشن کلشان یک جا پایین شوند، در یک جایی که هم وضوی تازی خود داشته باشن و هم نماز خود به جماعت بخونن. ای احسن تر است نسبت به ای که در داخل موتر و نشسته نه جهت قبلیش راحت میشه، نه قیامش رعایت میشه و نه رکوع و سجود و کل چیزش. بنابراین این نماز برای عموم مسافره که یا به اصطلاح دو رفیقی که هستن برای زوام صحت نداره، اینا باید برای خود یک جای کرا به اصطلاح پیدا بکنن، بعد از نماز خود آرام بخونن. شما باور کنید می کشورهای بیرونی الحمدلله الحمدلله اول خود مساجد در گوشه زیاد است و در گنده پلوی از زوام هیچ کسی عطا براتون مزاحمت هم نمیکنه و احترام هم میکنه مقاید دیگران. ما خطابانه میره بسیار زیاد تجربه کردیم. بیننده عزیز ان شاء الله رحمان شما بیننده اخیری ما باشین و برنامه تلفن میکنیم میربانی چه بفرمایید. خوش سرمون دارم. السلام علیکم و برکات. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکات. قربان شما میربانی کن جانم. خوش سرمون دارم. شما رفت این زنگ دیگه پاس و فقط یک سوال داشتیم و زیبه می نماز خواندن مثلا در کعبه شریف اگر شما خدمت هستید زیر شالان تالا به میسر بینا می بینیم که همه جای پر از نماز دارن و بعضی ها در سر بینا ششتن دیگه کعبه شریف ششتن و نماز می خوند اونا ششتگاهی آیش جواب داره یا نداره؟ قربان شما سب از لطف شما تشکر بسیار ممنون. چون وقت تمام است دیگه من فقط یک جوری کوتاه میگم خیلی جان اجازه باشه معذرت میخوایم بسیار زود ان شاء الله رحمان امی اطراف کعبه ما کاش که باید امی یاد میکردم مثل که حجر اسود است و باز ملتزم شریف است باز خود این جا رکن عراقی است و رکن شامی است رکن یمانی است اینا و حتیم است دمی قسمت که ازدحام میشه خصوصا در وقتهای جماعت بعضی وقتا بعضی مردم روی بسیار مجبوریت باز استاده میمونن اما سجده خود حتی در پیش سر یک نفر دیگه برای ما اتفاق افتاده برای اینکه یک دفعه بندازی از دهان بود خصوصا در طواف افاده که هیچ دیگر راه ندارین شما به حساب به زمین سرتون مانده نمیتونین اینقدر ازدحام زیاد میشه. به هر حال روی از یام باز ان شاء الله رحمان او دیگه از نهایت مجبوریت اگه باشه فرق نمیکنه باز اگه غیر از او آدم میتونه که ان شاء الله رحمان برای خود جای منظم بسازه ان شاء الله رحمان نماز خود بخونه. به هر حال با می گفتنی ها اکتفا میکنیم و چیزایی که ان شاء الله رحمان عرایض مختصر خدمتتون داشم امید است که طرف استفاده قرار گرفته باشه تا هفته آینده ان شاء الله که بازم این مسائل را دنبال خواهد کردیم در خدمت شما خواهیم بود اگر عمر باقی باشد. شما عزیزان را به پروردگار عزوجل می‌سپاریم، عزیزان که عزمی سفر مبارک را دارند الله پاک سفر خیر و عافیت برشان نصیب کنه و حج همه را مبرور و سعی همه را مشکور داشته باشد. اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم و لسائر المؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد طاهر من سائر محمد ضاحك للطيب مكرمه محمد.